خب سلام خدمت دوستان عزیزم، با یه ویدیو دیگه همراه شما هستیم. امروز اتفاق گفتم ولفی که سگ هاسکی منه گفتم بیرونش بیارم. سعیم برای اینه که حداقل به خاطر اینکه هاسکی ها خیلی سگای پر انرژی هستن و با وجود اینکه حیات بزرگی دارم و 4 تا سگ دیگه هم دارن، یعنی در مجموع میشن 5 تا سگ، ولی خب هاسکی ها همجور که شاید هزاران ویدیو دربارشون دیده باشین، سگ خیلی پر انرژی هستن. ولی هدف از گذاشتن ویدیو امروز چیه؟ هدفم 2 تا چیز بود. اول اینکه یه قدمی با هم میزنیم، یه حوازی ریزی میریم و یه مقدار بیشتر درباره هاسکیا توضیح میدم، به خاطر اینکه خودم الان 1 ماه دیگه میشه 3 سال که این هاسکیو دارم و از طولگی این هاسکیو داشتم و همه تجربه رو دارم که با یه هاسکی چجوری باید برخورد کنیم و هاسکی ها کلن چجور سگایی هستن. به خاطر اینکه مطلبای اشتباه زیادی رو دیدم و یه مقدار راستیتش منو عصبانی میکنه، یعنی حتی از آدم های مشهور. مثلا دیروز اتفاقا یکی از این رپرها که نمیدونم اصلا چه ربطی داره اومده بود درباره سگا داشت حرف میزد، 10 تا سگ خیلی وحشتناک خطرناک از نظر من 1 تا ده. بعد خنده‌دارترین موضوع این بود که یه دفعه اومده بود، خب سگ سرابی یا سگ کنگال تقریبا یا سگای کاکیژن شپرد بهشون میگن، یعنی سگای چوپان، خب سگای خیلی قدرتمندی هستن، من خودم دارم، ولی متاسفانه بعضی از مردم اطلاعات کافی درباره یه چیزی ندارن و من خودم هیچ وقت دوست نداشتم درباره چیزی که اطلاعی ندارم یا آدم صحبت نمی کنه. اگه صحبت میکنی اطلاعات دریوری تحویل مردم نره و خب این خیلی چیز اشتباهیه. من این هاسکی الان 3 ساله دارم، یه دونم سگ سرابی دارم، یه دونم سگ پیتبول دارم و امیدوارم افرادی که در تربیت سگ هستن این ویدیو رو نگاه میکنم و با من مطمئنم که توی رده از لحاظ این که قبول میکنن که چی میگن. دوستان هر سگی که شما تو دنیا به نظر من همه سگا فوق‌العاده هستن، هیچ سگی نیست که بهترین سگ باشه. همه ما میگیم نه، شاید سگ مثلا جرمن شپرد یا مثلا مالینیوز یا به اصطلاح بلژین شپرد، سگ چوپان بلژیکی بهترین سگ دنیاست. نه، همه سگا دوستان با آموزش درست میتونن بهترین سگ باشن، با آموزش غلط میتونن بدترین سگ باشن. یعنی شما میتونین یه دونه سگ کوچیک داشته باشین که خیلی پرخاشگر و وحشی باشه، یه دونه خیلی سگ قدرتمند مثلا سگ سرابی که تو ایران واقعا سگ مطرحیه. تو این سگ سرابی هم تو شوروی خیلی استفاده میشده و استفاده میشه، هم تو ارمنستان هم تو ایران. ولی مثلا سگ سرابی تو مازندران یه اسمی بهش میگن، مثلا میگن سگ سرابی مازندران. تو نقاط مختلف حتی ایران به اسمای مختلفی این سگ معرفی میشه، ولی خب مثلا حتی این سگ سرابی که من یه دونه‌شو دارم اینجا، این سگ سرابی ارمنستانه که اش میگن گامپر. و شما اگه نگاه کنین همه این سگا رو که با هم مقایسه میکنین، مثلا سگ کنگال، همه اینا یه دونه هستن، منطقه مثلا یه مقدار رنگشون و ایناشون تغییره، ولی از لحاظ ظاهری که شما نگاه میکنید مثلا شاید یکیش موهاش بلندتر باشه، رنگ موهاش فرق بکنه اینا، ولی خب کل چیزی که مطرح میکنن یه چیزه، فکای خیلی قوی، سگای نگهبان خیلی قوی، اون ظاهر بزرگشون، سرای خیلی بزرگشون رو این حساب مطرح هستن. و میگم من الان اون سگ سرابی رو تقریبا 2 ساله دارم، شد 2 ساله و سگای من همشون از طولگی داشتمشون. و اون رپری که حتی نمیخوام اسمشو بیارم که دیروز خیلی بر حسب اتفاق ویدیوش دفعه بالا اومد، میگفت که سگ سرابی هیچ وقت نگیرین، حالا نمیدونم داشت شوخی میکرد یا داشت با مزه بازی در میآورد، ولی خب دوستان سگ سرابی برخلاف اون ظاهر وحشتناکش که شما شاید ازش ببینین، سگ بسیار مهربون و سگی که خیلی خوب میشه تربیتش کرد که با بچه‌هاتون، با بچه‌های کوچیک خیلی خوبه، با خانواده‌اش خیلی خوبه،
و یه چیز خیلی جالب و حتی خنده‌دار درباره سگ سرابی که بهتون بگم، اوایلش خیلی سگای خجالتی هستن و شاید شما به این موضوع توجه نکرده باشین که چقدر این سگا خجالتی هم میتونن باشن برخلاف ظاهر وحشتناکشون و اون بزرگی و عظمتشون. ببخشید دوستان اگه باد میاد، من گفتم یه تجربه متفاوت امروز داشته باشیم، همراه قدم زدن یه ویدیو هم بگیریم، یه مقدار توضیح درباره سگا بدم. اگه ویدیو زیاد طولانی نشه شاید درباره قضاوت کردنم صحبت بکنم. دوستان اگه ویدیوهای قبلی منو نگاه کرده باشین میبینین که من 5 تا سگ دارم و عاشق سگ هستم، یعنی هر نژاد سگ که شما بگین من عاشقش هستم و شخصا میتونم بهتون بگم دوستان بد نیست که از تجربه دیگران یاد بگیریم، ولی صرفا اون تجربه باعث نمیشه که شما هم همون تجربه رو خواهید داشت. مثلا میگم همه از شاید اونایی که تجربه کافی نداشته باشن از سرابی میترسن یا میگن سگ وحشتناک و خطرناک. خب برای داشتن یه دونه سگ سرابی چه چیزایی نیاز داریم؟ سگ سرابی اول اینکه باید یه دونه حیات بزرگ حداقل داشته باشین که این سگ بتونه بدوه. ولی خب میگم متاسفانه یه مقدار تو ایران شرایط فرق میکنه. خب الانم شنیدم گردوندن سگ جریمه داره و تجربه‌ای که تو ایران بود و من میدیدم معمولاً افرادی که باغ داشتن کل روز سگو میبستن، شب یه دفعه ولش میکردن. خب این سگ نمیتونه حقیقتاً رابطه خوبی داشته باشه اصلاً با شما. فکر کن شما رو کل روز توی اتاق نگه دارن و یه دفعه بگن خب الان شب بازن، این انرژی که نگه داشته شده یه جور باید تخلیه بشه. خب خیلی فرق کنه سگ نگه داشتن تو اروپا، آمریکا و ایران و این باعث نمیشه که شما بگین سگ مثلا هاسکی اینجوریه، سگ سرابی هم اینجوریه. اگه چیزی رو نداشتین لطفاً درباره صحبت نکنین، اینو بارها بهتون گفتم، مخصوصاً این دوستانی که الان رپرها یا افرادی که یه دفعه الان با یوتیوب آشنا شدن و همیشه میخوان نظر خودشونو اعمال کنن به بقیه. سگ هاسکی میگفت سگ خیلی وحشتناکی، میتونه سگ خطرناکی باشه. من هاسکیایی دیدم بچه‌ها، این دریاچه رو نگاه کنین کنار خونمونه، خیلی دریاچه قشنگیه، بدونم راهشو پیدا کنم میبرمتون ببینین. سگ هاسکی میتونه خیلی سگ وحشتناک و خطرناکی باشه اگه درست تمرینش ندیم، میتونه سگ پرخاشگری باشه. ولی الان هاسکی که من دارم بدون اینکه تنبیهش بکنی یا مثلا زندانش کنم سگ خیلی خوبیه. میبینین الانم که موهاش شروع کرده ریختن، چون الان خیلی گرمه اینجا، ولی خب حداقل روزی یکی دو بار باید بیارمش قدمش بزنم. با وجود اینکه حیات بزرگه، با وجود اینکه 4 تا سگ دیگه هستن، سگای هاسکی خیلی زود خسته میشن، یعنی خیلی زود حوصله‌شون سر میره و همیشه دوست دارن که بهشون یه کاری بدین که انجام بدن، یه توپی بندازین، قایم موشک بازی کن، یه هر کاری دیگه، دوست دارن که همه توجه روشون باشه. خب سگ هاسکی همونجوری که گفتم حتی سایزهای مختلف داره. یه دونه سگ دیگه هم داریم، سگ مالاموت، که بیشتر برای یورت کشیدن ازش استفاده میشه، خیلی از این بزرگتره، یعنی شاید دو برابر نیمه سایبرین هاسکی باشه. ولی میگم الان هاسکی من 3 ساله میشه، خیلی سگ باوفای، کلا ما سگ بیوفا نداریم، وحشتناک سگ باوفاییه. دوستان میتونیم وارد اون دریاچه رو می‌خواستم یه جوری بهتون نشون بدم بدون اینکه وارد خونه کسی بشیم، بزن از این ور بریم. یه مقدارم دوستان باید حواسم به اینجا باشه به خاطر اینکه مار زیاده، حواسم باشه دوستان. مثلا خیلی ها میگن نه شما باید قلاده سگو خیلی کوتاه نگه داره. نه، شما یه لحظه تصور رو کنین که اون چه دردی میکشه. معمولا سگمو میذارم راحت بره بوشو بکشه و اینا و راحت باشه، به خاطر اینکه آوردمش بیرون که از این هوا به اصطلاح لذت ببره، نه آوردمش که رنج بکشه. که نیومدم بگم که من آره من بهت میگم چی کار کنی، ولی نه آوردمش اینجا که چی میگم به اصطلاح زجرش بدم و اینا، باید از زندگیش لذت ببره. خب دعا کنیم که ماری چیزی نباشه، چون واقعا از مار متنفرم. دوستان یه چیز دیگه درباره سگ هاسکی که خیلی ها شاید تو اینترنت اینا نگاه کرده باشیم میگن سگای نگهبان خوبی نیستن، اصلا با این حرف من موافق نیستم. سگای فوق العاده، اول اینکه اشتباه تر فکر نکنم امروز دوستان وقت باشه درباره سگ سرابی زیاد توضیح بدم یا درباره قضاوت کردن. امروز فکر کنم بیشتر موضوعمون برمیگرده به هاسکی و نحوه نگهداشتنش.
سگای هاسکی. دوباره میگم گول اینترنت رو نخورین، من تجربه این سگ رو دارم، الان 3 سال دارمش و سگ فوق‌العاده باهوشی، همین باهوشی میتونه کار دستتون بده و اینه که خیلی زود حوصله‌شون سره. دوستان اون اردک ها و مرغابی ها رو امیدوارم بتونین ببینین، نمیذارم زیاد جایی که پر علفه بره به خاطر اینکه نمیدونم چی توش میتونه باشه، سعی میکنم دورش نگه دارم. سگای فوق‌العاده نگهبانی هستن، ولی یه چیزی بهتون بگم دوستان، سگ نگهبان بودن رو اشتباه نفهمی، یعنی سگ نگهبان کسی نیست که حتما بتونه حمله کنه و سگ پرخاشگر باشه. ما فکر کنیم به خاطر اینکه مثلا راتوایلر یا دوبرمن یا جرمن شپرد چون شناخته شده هستن به عنوان سگ نگهبان حتما باید حمله کنه، حتما باید پرخاشگر باشه. این خیلی چیز غلطیه دوستان، خیلی حرف اشتباهه. دوستان از این دریاچه هم یه لذتی ببریم، مرغابیارو هم ببینیم، بریم ادامه صحبت. من خودم اول فکر کردم که اینجوری باید باشه، یعنی سگ نگهبان سگیه که دائم باید حمله کنه، پارس کنه و اینا، یا مثلا تا یه غریبه میبینه پارس کنه. خب این تربیت درستی نیست و من دوست ندارم هیچ وقت سگم سگی باشه که بخوام اگه اول اینکه من خودم باید اینقدر آدم به اصطلاح عاقلی باشم، به اون روش رسیده باشم که خودم بتونم از خودم دفاع کنم، از خونم، از حریمم دفاع کنم. و خب اتفاقای خیلی زیادی شنیدیم که مثلا افراد سگشون رو مثلا میذاشتن تو باغشون، حالا با نگهبانی چیزی هفته دو بار مثلا بهشون سر میزنن. خب این منصفانه نیست و بعضی وقتا هم شده حالا دزد اومده به سگم آسیب رسونده. خب من هیچ وقت نمیخوام همچین اتفاقی بیفته برای سگم، به خاطر همین این اعتقاد رو از سگ نگهبان ندارم که این سگ بتونه خودش رو به اصطلاح فدا کنه که چیه، من امن باشم. این یکی از مهمترین چیزاست. ولی ما میگیم بتونه، مثال میگم، اگه شما تو خونه هستین حواستون نیست، هوشیار باشه و بتونه شاید حرکت یکی رو کنتر کنه، یا اگه خدا نکرده یکی خواست وارد خونتون بشه چند بار بیشتر فکر کنه قبل از اینکه بخواد اون حرکت رو انجام بده. ولی همیشه باید این موضوع رو شما بدونین، کسی که میاد حالا دزدی میکنه، میخواد یه آسیبی بهتون برسونه، معمولا این افراد آمادن، هیچ وقت هیچ دزدی دست خالی نمیاد به خونتون دست برد بزنه یا خیلی چیزای دیگه. پس اگه به شما آسیب نرسونه میتونه به سگتون آسیب برسونه و مطمئنم اگه شما عاشق سگتون باشین هیچ وقت نمیخواین که سگتون آسیب ببینه، چون این سگتون شما به عنوان چی میگن سپر بلا به استفاده نمیخواین استفاده کنین، میخواین با سگتون دوست باشین. خب حالا اگه اتفاقی هم افتاد بتونه به اصطلاح یه دونه زهر چشمی باشه، حداقل من اینجوری فکر کنم. هیچ وقت نمیخوام سگام به خاطر محافظت یا مراقبت از یه چیزی به خودشون آسیب برسونن. ولی من که ایمان آوردم که هاسکی هم میتونه سگ نگهبان فوق‌العاده‌ای باشه، دوستان 3 بار اتفاق افتاده که ولفی، هاسکی من که الان میبینینش، 3 بار جونمو برای مار نجات داده. اولین بار 1 سالش بود که پارکی رفتیم و وارد یه جایی شد که کلی درخت و خار و اینجور چیزا بود و خب من اون موقع تجربه کافی نداشتم، روی قلاده نگهش نداشته بودم به خاطر اینکه زیاد دور نمیره، ولی به خاطر اینکه یه لحظه یه صدای شنید و احساس کرد که باید ازم مراقبت کنه وارد اون درخت ها شد و یه صدای مهیبی شنیدیم از ولفی و یه دفعه دوید طرف خونه، چون خونه قبلیم که تو کالیفرنیا بود نزدیک پارک بود و دوی طرف خونه و من اون لحظه متوجه نشدم، شاید نیم ساعت طول کشید که رفتم دنبالش. فان عصبانی هم شدم که چرا یه دفعه منو ترک کرد و یه دفعه سمت خونه رفت. بعد اطراف دماغش اینجا دیدم که 2 تا سوراخ و اینا، البته ما رو مثل اینکه کشته بود و به خاطر دفاع از ما اون ما رو از بین برده بود. اون اولین بار بود که بعد رفتیم پادزهر زدیم و اینا، تازه من فهمیدم که حتی هاسکی میتونه سگ بسیار هوشیار و نگهباری باشه و خب دیگه نمیخواستم این اتفاق بیفته. تا موقعی که اومدیم تکساس و حیاتمون رو با وجود که حصار کشته بودیم، ولی از لابلاش دوباره یه دونه مار قهوه‌ای اومده بود که به مارای تکساس معروفن، تقریبا بین 50 سانتی متر تا 1 متر هستن، این یکی تقریبا 70 سانتی متر بود
ولفی یه پارس خاصی داره، یعنی هاسکی، که به شما اختار میده و منم همیشه سگامو جدی میگیرم وقتی اون پارس اختار رو دارم. دویدم بیرون و دیدم که با وجود اینکه خیلی تاریک بود ولی این سگ این مار رو تونسته بود شناسایی کنه و دوباره میخواست به اون مار حمله کنه و بالاش وایستاده بود تا موقعی که من برسم و احساس کنم میتونم به قاطعیت بهتون بگم این یکی از ویژه‌های خیلی مهمه سگ نگهبانتون میتونه باشه. فقط این نیست که رو آدم حمله کنه، اینه که اگه خطری داره پیش میاد بتونه شما رو آگاه کنه. و هیچ وقت نگین که هاسکی سگ نگهبان خوبی نیست، حتی کوچکترین سگای کوچیکی حالا پودل یا شیواوا میتونن سگای نگهبان خیلی خوبی باشن. فقط خب فرقش اینه که مثلا سگ جرمن شپرد یا مثلا دوبرمن یا راتوایلر به خاطر اون عظمتشون یا قدرتشون بهتر شناخته شدن تا یه هاسکی که مثلا خیلی از لحاظ مثلا میگم رنگی و چشمی و اینا جذاب‌تره. بیشتر ما سگ هاسکی رو نمیبینیم به عنوان یه سگ نگهبان، میبینیم که وای یه سگ خیلی ناز و یه سگ به قول معروف خیلی گوگولیه، نمیتونه اون چون مثلا با غریبه هم خوبه. ولی دوباره بهتون میگم من خیلی شده آدما اومدن مثلا تو خونمون کار کردن وسیله آوردن و اینا، با وجود اینکه تعلیم خاصی بهش ندادم ولی وقتی شخص غریبه میاد میاد به من میچسبه و تمام وقت چشمش رو طرف مقابل هست، با وجود اینکه شاید بذاره اون طرف نوازشش کنه ولی حواسش هست یه حرکت اشتباه و 280 PSI یعنی قدرت فکش رو میتونه نشون بده که هاسکی هم فکای خیلی پرقدرتی دارن. الان یه مقدار گرمشه، زود باید برسیم خونه، ولی لطفاً اشتباه نگیرین، هاسکی ها میتونن خیلی سگای نگهبان خوبی باشن. هیچ وقت سگ رو به عنوان نگهبان نگیرین دوستان، خواهش میکنم ازتون اگه جنبه نگه داشتن حیوان خونگی رو ندارین نگیرین. هر حیوانی متفاوته، هر سگی مختلف. امروز به نظر من یه مقدار درباره سرابی هم حرف زدم ولی اگه بتونم بیارمش که با هم قدم بزنیم، چون خیلی سخته باهاش قدم زدن، نه اینکه سگ بدی باشه ولی خب به خاطر اینکه سگ درازیه و قد بلندی داره هر قدم اون مساوی شاید سه قدم من، یعنی من باید تقریبا بودم که اون بتونه راه بره. ولی سعی می‌کنم یه ویدیوی بسازم که این مقدار معرفی کنم سگ سرابیو، چون خودم دارم نه بر حسب چیزای اینترنتی. من اصلا خیلی چیزی بعدی درباره یه موضوعی میزنن یا یه وسیله یا یه کسی حتما دوست دارم خلافش رو ثابت کنم. مثلا خیلی میگن پیت بول سگ خیلی وحشتناکیه، شما دقیقا دارین اشتباه میکنین، شما نتونستین سگتون رو درست تربیت کنین و شما خواستین که سگتون یه سگ پرخاشگر باشه. ولفی میتونه سگ خیلی خطرناکی باشه، بله، با تمرین اشتباه، با اذیت کردنش داره از زندگیش لذت میبره. من هیچ وقت سگامو اذیت نمیکنم، غذاشون هست، آبشون هست، حتی یه دونه قلاده اضافه هم گرفتم که یه صدای بیپی میده اگه یه وقتی مثلا دور شد، دکمه رو میزنم، هیچ شوک الکتریسیتی چیزی نمیده، فقط یه صدایی میزنه و چون تعلیم دیده الان نگاه کنید فقط یه بیپ صدا میده. بزن که شما نگاه کنید چقدر توجه جلب میشه. حتی اگه توجه کنین الان گوشاش به سمت عقبه، چون من که دارم حرف میزنم گوش میده. نگاه کنین وفی، ببینین گوشاش چجوری سمت عقب میاد. صدای بیپو شنیدین؟ آرومتر راه میره و حواسش بهم هست چون تعلیم بهش دادم. دوستان رو سگتون وقت بذارین، سگتون جزئی از خانواده بدونین، نگین سگ نجسه، نگین اینه اونه، اونم باید احساس کنه که جزئی از خانواده است، بهش احترام بذارین. هیچ اشکالی نداره اگه به سگتون احترام بذارین، احترام گذاشتن به سگی نیست که شما خودتون رو زیر سوال میبرین. اگه باهاش دوست باشین اونم میتونه دوست خیلی خوبی باهاتون باشه و خیلی از این مواقعی که نیاز دارین میتونه بهتون بسیار آرامش بده و بدون هیچ چشم داشتی، یعنی ببخشید نفس بزنم، خیلی وقت بودین سربالای نیومده بودم. همونطور که گفتم از سگتون مراقبت کنین و به سگتون احترام بذارین. احترام گذاشتن به سگتون نشون دهنده این نیست که شما خودتون رو زیر سوال میبرین. وفی، با سگتون ارتباط برقرار کنین، یکی از مهمترین چیزاست. نگه نه هاسکی خیلی به اصطلاح چی میگن
حرف خودش رو فقط میخواد جلو ببره یا خیلی به اصطلاح خب سگ کنجکاویه، ولی حتما نباید بگین سگ خیلی بازی گوشی حرف گوش کن نیست، نه راهش رو باید پیدا کنین. حتی سگای جرمن شپرد هم بازی گوشی خودشونو دارن، به اصطلاح میخوان حرف خودشون باشه، ولی شما باید راهش رو پیدا کنین. به اصطلاح برین یه میونبری همیشه هست، ولی همینجور که میگم هیچ وقت تسلیم نشین، اینم یه چیز یکی از چالش‌های دیگه از زندگیه که بتونین سگتون رو باش راهش رو پیدا کنین و بتونین به سگتون تعلیم بدین. ولی به عنوان این که اگه هیچ وقت سگ نداشتین، هاسکی به عنوان سگ اول انتخاب نکنین، چون تجربه زیادی میخواد. من خودم شاید 2 سال طول کشید تا یاد گرفتم خیلی از سیستم‌های هاسکی رو. ممنون و متشکر که امروز هم این ویدیو قشنگ رو دارین تماشا میکنین. اگه سوالی داشته باشین، من تو کار تربیت یا تعلیم سگ نیستم، اینا همش تجربه شخصی منه که دارم در اختیارتون میذارم، ولی این حرفای چرت اینترنت رو گوش ندین که سگای هاسکی اصلا سگای نگهبان خوبی نیستن. نه، اتفاقا برای صاحبش خیلی میتونه مفید باشه، ولی هیچ وقت سگتون رو به عنوان سپر بلا یا نگهبان استفاده نکنین. این سگ میتونه دوست خیلی خوبی برای شما باشه که برای من بوده و تو زندگی من خیلی تاثیر زیادی داشته. و این هاسکی که من دارم اولین سگ منه و من با هاسکی اولین بار تو اتریش آشنا شدم. قبل از اون فقط با جرمن شپرد آشنایی داشتم و الانم که 4 تا سگ دیگه هم دارم و بیشتر معرفیش میکنم و دربارشون توضیح میدم. دوباره ممنون و متشکر که ویدیو رو تماشا میکنین. لطفاً صفحه منو سابسکرایب کنین. سعی میکنم هفته 3-4 بار ویدیو بذارم به زبان انگلیسی و فارسی که من هموطنان عزیزم در ارتباط باشم. هر سوالی دارین کامنت بذارین و من سعی میکنم که جوابتون رو بدم. شب و روز خوش.